بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد و ثناء خداوند بزرگ، دیروز عرض کردیم که مولوی در سال 604 هجری قمری در شهر بلخ به دنیا آمد و در سال 672 بعد از 68 سال زندگی وفات یافت. تا 24 سالگی کنار پدرش بوده. پدر در 24 سالگی مولوی فوت میکنه، در قونیه دفن میشه، مدتی شاگردی محقق ترمذی رو میکنه و بعد از او هم با شمس تبریزی برخورد میکنه و شمس او رو دچار تولد دوباره میکنه. تولد دوباره‌ای که عامل اون تولد ایجاد عشق به خدا در دل اوه. میگه باید عاشقانه خدا رو بندگی کرد. انسان وقتی عاشق میشه تمام وجودش متحول میشه و شخصیت او دگرگون میشه، زایش دوباره پیدا میکنه، تولد دوباره مییابه. اون آدم سابق دیگه نیست. توبه هم همینطوره. توبه انسان رو دگرگون میکنه. توبه هم همینطوره. توبه، ایمان، عشق، حتی معرفت، معرفت عمیق، معرفت به بعضی مسائل انسان رو دچار تحول دوباره میکنه. مثلا کسی که خدا رو واقعا بشناسه، معرفت به خدا، معرفت الله او عمیق بشه و یک معرفت الهی و خدایی به خدا پیدا بکنه، آنچنان که تا حدی شایسته خدا هست، چون آنچنان که شایسته خدا هست ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم. امام سجاد در صحیفه سجادیه دعای سوم که راجع به فرشتگان هست، از زبان فرشته ها میگه، میگه سبحانک ما عبدناک حق عبادتک. میگه خدایا تو پاک و منزهی، آنچنان که شایسته توه ما تو رو عبادت نکردیم. پیامبرم حدیث داریم، دیروز عرض کردیم که پیامبر میفرماید ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. خدای آنچنان که شایسته توه ما تو رو نشناختیم، آنچنان که شایسته توه ما تو رو نپرستیدیم. ما هم معرفتمون هم عباداتمون بسیار محدود و ناقص. در هر حال معرفت به خدا، ایمان، ایمان به خدا، ایمان به قرآن، ایمان به معاد، شناخت هدف خلقت، اینها شخصیت انسان رو دگرگون میکند. یا گاهی دیدن یک انسان الهی، یک بنده خدا، یک بنده واقعی خدا، همنشینی با اولیاء الهی انسان رو دگرگون میکنه. مولوی میگه که در همین مثنوی میگه، میگه ساعتی در محضر اولیاء خدا بهتر از 100 سال طاعت بی ریا. ساعتی میادم یک ساعت بره پیش یکی از اولیای الهی بشینه، از 100 سال عبادت اثرش در تحول شخصیت انسان بیشتره. انسان وقتی یه انسان کامل رو میبینه، یه انسان الهی، یه ولی الله رو میبینه، شخصیت ما دگرگون میشه. ما تو حدیث داریم در بهار الانوار جلد اول بهارم هست، میفرماید انسانی که 40 روز یک انسان الهی رو نبینه قلب اون میمیره. مولوی شمس تبریزی درش همین تحول رو ایجاد کرد. مولوی شمس رو دید و حرفای شمس رو که شنید تحول دوباره پیدا کرد و خود شخصیت قوی شمس روی شخصیت مولانا که قابلیت این رو داشت که گفت باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. فاعلیت شمس، قابلیت مولانا مولوی رو دگرگون کرد. بعضی موقع ها بعضی ها میبینی فاعلیت هست، با یه مرد الهی برخورد کرده ولی قابلیت نداره که تأثیر بپذیره. مولوی هم قابلیت رو داشت، شمس هم فاعلیت رو داشت، از اون ور تأثیر بود و از این ور تأثیر پذیری و مولانا دگرگون شد. در هر حال شمس تبریزی رو مولوی مدتی پیش خودش نگه داشت و او رو زن داد با یک دختری به نام کیمیا خاتون
که از اهل خانه و اهل حرم مولوی بود با او تزویج کرد و که شمس پایبند بشه، چون شمس رو بهشون گفتن شمس پرنده، شمس یه جا باقی نمیماند، دائم در سیر و سفر و حرکت بود، ولی مولوی او رو زنش داد که این دیگه پابند بشه در قونیه بمونه. ولی بعدها توی خود مقالات شمس این مطلب هست که کیمیا خاتون از شمس طلاق میگیره و شمس او رو طلاق میده، مهریه او رو هم بهش میده. حالا یه روایت دروغی هم هست که در مناقب العارفین اومده که شمس این دختر رو رفته بوده یه روز توی باغ گردش و تفریح بدون اجازه شمس، با زنان دیگه رفته بوده بیرون و شمس رو دعوا میکنه و نفرین میکنه و کتک میزنه و خلاصه این دختر مریض میشه میمیره و اینجا یه قتل هم میندازن گردن شمس. که این داستان دروغه، به خاطر اینکه تو خود مقالات شمس تبریزی که سندیتش بیشتره و آقای موحد تصحیح کرده، تو مقالات شمس هست که شمس میگه من کیمیا خاتون رو طلاقشو دادم و مهریهش هم بهش دادم و او رو با خوبی و خوشی ازش جدا شدم. اینه که شمس ظاهرا میخواسته بره از قونیه، کم کم میخواسته جلوی مولوی رو خالی کنه. آره میگفتش که اسکندر مقدونی داشت میرفت، بهش گفتن دیوژن عارف و حکیم کلبی، جلوی اونجا در برابر آفتاب دراز کشیده، بریم ببینیمش. اسکندر گفت بریم ببینیمش. اسکندر سوار اسب بود، اومد جلوی این دیوژن ایستاد، به دیوژن گفتش که من سلامش کرد و گفت من اسکندر مقدونی ام، اگر چیزی میخوای بهت بدم. دیوژن هم بهش گفت قبل از اینکه حضرت عالی سایه بر سر ما بیفته، این آفتاب داشت بر سر ما میتابید، بر ما میتابید، حضرت عالی اومدی راست آفتاب ایستادی و جلوی تابش آفتاب رو بر ما گرفته، ما اصلا همینه میخوایم، این سایت از سر ما کم کن، بذار این آفتاب به ما بتابه، برو دنبال کارت. بعد یکی از اون وزیرا گفت عجب آدم نادانی بود این دیوژن که بخت بهش رو کرد و جناب اسکندر میگه هرچی میخوای بگو بهت بدم و این میگه هیچی نمیخوام، برو دنبال کارت. اسکندرم به اون وزیر گفتش که اگر اسکندر نبودم دلم میخواست دیوژن باشه. حالا مولوی با شمسی همچین رابطه ای شده بود، انگار شمس اومده جلوی سایه انداخته بر سر مولوی، شمس میخواست جلوی مولوی رو خالی کنه بره که مولوی بقیه را رو خودش بره، گفت بقیه رو دیگه خودت برو، من سایه ما اثرت کم میکنم، مستقیم نور خدا بر تو بتابه، به واسطه نخواه. به قول خود مولوی میگه من نخواهم لطف حق با واسطه که هلاک خلق شد این رابطه. شاید علت این که شمس مولوی رو رها کرد این هم جزء استادی و تعلیم و تربیت شمس بوده که میخواست مولوی همچنان وابسته به شمس نباشه و شمس حجاب بین او و خدا نشه، جلوی او رو خالی کرد، گفت بقیه را رو خودت برو، خودت دیگه باید استاد بشی توی این راه، نباید همیشه دستت چشمت به دست من شمس باشه. حالا نظریه، در هر حال جناب شمس تبریزی بعد از مدتی عده‌ای از یاران مولانا شمس رو شروع کردن اذیت کردن و حسادت میکردن که چرا مولوی به شمس تبریزی اینقدر علاقه داره. یک ثانیاً این شمس یه پیرمردیه که سوادش به اندازه سواد مولوی از نظر اونها نبود و شمس رو درک نمی کردن و ناراحت بودن از اینکه مولوی که از شمس خیلی گویاتر و روانتر صحبت میکنه و ظاهراً علم بیشتری داره، چرا باید دنبال روی این شمس تبریزی 60 ساله باشه. مولوی 38 سالش بود، شمس 60 سالش بود، 20 سال فاصله سنی داشتن و جناب یاران ناراحت بودن، میگفتن که چرا این استاد ما جناب مولانا باید بیاد دنبال روی این پیرمرد ترک تبریزی بشه. در هر حال شمس یه بار قهر کرد از دست این حسودان و عرضم به حضور شما
بخل صفتان رفت به طرف شام. مولوی پسرش سلطان ولد رو به دنبال شمس فرستاد، گفت برو شمس رو از شام به قونیه ترکیه برگرد. و سلطان ولد رفت و اون غزلی که معروف اندک اندک جمع مستان میرسد، اندک اندک می پرستان میرسند، این رو مولوی برای همین زمان شمس گفته. و سلطان ولد رفت شمس رو از شام با عزت و احترام آورد. باز حدودا یک سالی باز شمس پیش مولوی بود، باز گستاخان ادب بگذاشتن چون گدایان زله ها برداشتن، دوباره باز اینا اذیت و آزار کردن شمس رو. و شمس هم شاید به اون علتی که عرض کردم، شاید به خاطر اینکه میخواست مولوی دیگه مستقل بشه و استقلال در هدایت پیدا بکنه، خودش این راه رو بره، دوباره باز رفت. و این بار چنان رفت که دیگه شمس رو کسی از او خبری نداره، ولی قبری که در خوی هست، شمس ظاهراً به خوی برگشته و همونجا بوده تا فوت کرده. شمس تبریزی جمله زیبایی هم داره، میگه نسبت من با پدرم، شمس رو کسی درک نمیکرد، همین قضیه اینه، حکایت رستم و سهرابه که پدر و پسر هم دیگر نمیشناختن. شمس نالان از دست پدرش که پدرم منو درک نمیکرد، و میگه که نسبت من با پدرم مانند نسبت مرغ خانگی میمونه با جوجه اردک. گاهی وقتا قدیما جوجه اردک، تخم اردک رو زیر مرغ میذاشتن چون جوجه بشه. سلام علیکم و رحمت الله. تا جوجه بشه. و شمس میخواست بگه که من مثل جوجه تخم اردکی هستم که از زیر پر پدر به وجود آمدم، ولی پدر مرغ، من اردکم. یعنی همدیگر درک نمی کنیم. دنیای ما یه دنیای واحد و یکسان و نگاه واحدی نبود، ما دو نگاه داشتیم. آره، در هر حال شمس همیشه توی زندگیش از این درد شاید برخوردار بوده که میدیده کسی حرف او رو درک نمیکنه. یه بیت شعر هم هست به شمس نسبت میدن، میگن شمس گفتش که من گنگ خواب دیده عالم تمام کر، من عاجزم ز گفتن و عالم از شنیدنش. میگه همه این دنیا فرض کن کرم و منم لالم و من یه خوابی دیدم، میخوام این خواب